حبیب الله کلکانی کی بود و چگونه به قدرت رسید؟ کلکانی در سال 1890 میلادی به دنیا آمده است و در سال 1929 میلادی با شورش علیه حکومت امان الله خان و با کنار زدن امان الله خان به مدت 9 ماه قدرت را در افغانستان در دست گرفت. امیر حبیب الله کلکانی یگانه پادشاه تاریخ معاصر تاجیکان یا فارس تباران افغانستان بود که تاجیکان را بعد از 700 سال در رأس قدرت سیاسی آورد. وی یکی از تاجیکان روستای بزرگ کلکان در 30 کیلومتری شمال کابل در بخش کوه دامن بود. میگویند که پدرش امام الدین دهقان از روستاییانی بوده که حرفه آبرسانی داشته است و در محافل قومی و مهمانان آب می‌داد و از همین جهت است که او را سقاو می‌نامند. آنگونه که محمد صدیق فرهنگ در کتاب افغانستان در 5 قرن اخیر آورده است، حبیب الله قامتی بلندتر از متوسط و شانه‌های عریض داشت و چشمان ریز و بینی پهن او از نژاد مخلوطی حکایت می‌کرد که علاوه بر عنصر اصلی تاجیک، احتمالاً خون هزاره یا ازبک هم در رگ‌هایش جریان داشته است. آنچه که بیشتر مورخان بر آن تاکید دارند این است که وی در سالهای پایانی حکومت امیر حبیب الله خان در باغ محمد حسن خان مصطفی الممالک، پدر خلیل الله خلیلی، شاعر معروف افغانستان، به کار باغبانی مشغول بود. حبیب الله در دوره امان الله خان وارد ارتش افغانستان شد و در جنگ سوم افغان و انگلیس که به استقلال افغانستان انجامید شرکت داشت. او در جریان جنگ منگل که به آن شماری از اهالی جنوب افغانستان علیه شاه امان الله به مخالفت برخواسته بودند، تحت تأثیر مخالفان دولت امان الله خان قرار گرفت که شاه را کافر و منحرف از دین اسلام می دانستند. اگرچه حبیب الله تحت تأثیر این تبلیغات ارتش را ترک کرد، اما برخی انگیزه های منفعت جویی و جاه طلبی های شخصی او را نیز در مخالفت با شاه امان الله بی تأثیر نمی دانند. حبیب الله کلکانی بعد از ترک ارتش به همراه مردی به نام سید حسن چاریکاری گروهی را به راه انداخت و به راهزنی مشغول شد. غلام محمد غبار در کتاب افغانستان در مسیر تاریخ آورده است که راهزنی و دزدی حبیب الله کلکانی برخلاف دیگر گروه‌های راهزن با عیاری و جوانمردی همراه بود و فقط دارایی اشخاص پولدار و طبقه سودخور را هدف قرار می‌داد و بخشی از غنایم به دست آمده از کاروان‌های دولتی و مسافران ثروتمند را میان طبقه محروم جامعه تقسیم می‌کردند و از تعرض به زنان نیز پرهیز داشتند. بعد از مدتی که حبیب الله در مناطق کاپیسا و پروان در شمال کابل محبوب شد، شاه امان الله دستور به بازداشت او داد و حبیب الله کلکانی به پاکستان فرار کرد و در آنجا سماوارچی بود. در کتاب افغانستان در مسیر تاریخ، فرار حبیب الله کلکانی از قول خود او چنین شرح داده شده: من از ترس تعقیب امان الله با پسران مامای خود سکندر و سمندر به پیشاور رفتم و چندی مشغول چای فروشی بودم و آنگاه در توتگی رفته دکان سماواری گشودم و همانجا بماندم تا موقع مراجعت به افغانستان رسید. وقتی شاه جوان و اصلاح طلب افغانستان امیر امان الله خان برنامه‌های اصلاحی خود را آغاز کرد
بسیاری از روحانیون به خصوص مشایخ نقشبندی مجددی که از شاه امان الله روگردان شده بودند و شاه را کافر و حکومت او را نامشروع می خواندند، حبیب الله را تشویق به مبارزه جدی بر علیه شاه امان الله کردند. حبیب الله به افغانستان بازگشت و عملیات خود را به مقصد سرنگونی شاه امان الله گسترش داد و زیاد طول نکشید که جنگجویان جسور حبیب الله به نزدیکی کابل رسیدند و بعد از مدتی جنگ و درگیری سرانجام سپاه چند هزار نفری حبیب الله کلکانی در 24 جدی 1307 خورشیدی کابل را تصرف کردند. شاه امان الله که مقاومت را بیفایده دید، در همان روز به سود برادر بزرگتر خود عنایت الله خان از قدرت کناره گرفت و به قندهار رفت. سه روز بعد عنایت الله خان نیز با پادرمیانی محمد صادق مجددی کابل را ترک کرد و حبیب الله کلکانی در 28 جدی وارد ارگ کابل شد و خود را امیر غازی حبیب الله خادم دین رسول الله نامید و بر تخت پادشاهی نشست. روحانیون که حامیان اصلی حبیب الله بودند به عوض تاج شاهی دستار سفیدی بر سر او بستند و او را نه شاه بلکه امیرالمؤمنین لقب دادند. حبیب الله در اولین اقدام خود قانون اساسی را لغو کرد، مدارس دولتی را بست، به جای تقویم خورشیدی تقویم قمری را رایج کرد، حجاب را برای زنان اجباری اعلام کرد، مالیات و محصولات غیر شرعی را لغو کرد و خواستار اعمال قوانین شرعی شد. غلام محمد غبار در کتاب افغانستان در مسیر تاریخ نوشته است: شخص حبیب الله طبعاً از اراده یک کشور نه بلکه از اراده یک قریه هم عاجز بود و برخلاف یک عده اشخاص غیر مسلکی و دوست که در رأس قدرت خدمت می نمودند، یک دسته اشخاص نسبتاً مجرب و کاردیده هم در حکومت او موجود بود که جداً می خواستند حکومت بچه سقاو را به یک دولت حسابی مبدل نمایند. دولتی که حبیب الله به وجود آورد و خود در رأس آن قرار گرفت، مرکب از دو گروه بود که در عین همکاری با هم کشمکش جدی داشتند. سید حسین چاریکاری و ملک محسن و بسیاری دیگر از دوستان دوران راهزنی حبیب الله در دولت او نقش اصلی را بازی می کردند و دوستی آنها با امیر به آنها مقام ممتاز بخشیده بود. سید حسین همکار درجه یک حبیب الله به عنوان نایب السلطنه انتخاب شد که علاوه بر آن وظیفه دولت حربیه را نیز بر عهده داشت. شیرجان خان وزیر دربار، عطا الحق وزیر خارجه، محمد صدیق خان رئیس تنظیمیه سمت جنوب و خلیل الله خلیلی مستوفی و والی مزار اقلیت باسواد دولت حبیب الله کلکانی را تشکیل می دادند که تلاش داشتند دوام و بقای دولت را تأمین نمایند. امیر حبیب الله با آنکه مخالف دولت و اصلاحات امان الله بود، اما بعد از این که به قدرت رسید در سخنرانی خود از پادشاه سابق به خاطر تلاش در جهت گرفتن استقلال افغانستان از او ستایش کرد، اما گفت که استقلال نه از من است و نه از امان الله بلکه از شما مردم است. عیاری از خراسان یا بچه سقاو. حکومت کلکانی مبنای بحث فراوان و اختلاف نظر میان بسیاری از مردم در افغانستان است. شماری با ستایش از او وی را مردی عیار
و در قامت یک قهرمان می‌بینند و لقب‌های شبیه عیاری از خراسان برگرفته از نام کتاب شعر خلیل الله خلیلی و خادم دین رسول الله که خود شاه برای خود انتخاب کرده بود را برازنده او می‌دانند. آن سو نیز بخش دیگری از مردم او را یک شورشگر عقبگرا خوانده و وی را به ناکام ساختن روند اصلاحات امانی متهم می کنند و با اشاره به شغل پدرش به شکل طعنه‌آمیزی به وی لقب بچه سقو می دهند. کلکانی بر اصلاحات غربگرایانه امان الله خط بطلان کشید. قوانین تصویب شده و ویژه قانون اساسی را ملغا ساخت و مالیات و عوارض را غیر شرعی خواند و همه را برچید. در آغاز کار بیشتر مردم به امید اداره بهتر و اسلامی تر کشور از حبیب الله به خوبی استقبال کردند، اما مشکلات اقتصادی و امنیتی کشور به تدریج باعث آشفتگی اوضاع شد. این عوامل سبب شد که حکومت حبیب الله کلکانی بیش از چند ماه دوام نیاورد. محمد نادر خان، سپه سالار امان الله خان که به علت مخالفت با امان الله خان از وزارت کنار گذاشته شده بود، به عنوان سفیر به پاریس رفته بود و به افغانستان بازگشت. نادر خان در ظاهر با وعده استقرار دوباره حکومت امانی و در باطن در پی تاج و تخت پا به میدان سیاست گذاشت. روحانیون و سران قبایل بزرگ پشتون حمایت خود را از نادر خان و آمادگی خود برای سرنگون کردن سلطنت کلکانی را اعلام کردند. محمد نادر که با حمایت سران قبایل سمت جنوب به افغانستان بازگشته بود، با تجدید سپاه و پس از چند جنگ خونین سرانجام در 25 میزان 1308 خورشیدی بر کابل مسلط شد. صدیق فرهنگ در کتاب افغانستان در 5 قرن اخیر در مورد فتح کابل از سوی سپاه نادرخان چنین نوشته است: سپاه نادر که از اقوام سمت جنوبی بودند، به محض ورود به کابل به غارت اموال دیگر اقوام پرداختند. این حادثه در ذهن باشندگان شهر که چند ماه پیش نظم و دیسپلین لشکر سقاوی را در هنگام ورود به کابل مشاهده کرده بودند که سپاه سقاو از تجاوز به دارایی مردم خودداری کرده بودند، تصویر خوبی درباره دستگاه جدید به جا نگذاشت. حبیب الله که در ارگ جبل السراج پناه گرفته بود، با پادرمیانی شمس الحق مجددی مورد عفو نادر خان قرار گرفت و نادر شاه با تعهدی که در حاشیه قرآن نوشت، قول داد که آسیبی به حبیب الله و یارانش نرساند. حبیب الله و 17 نفر از یارانش در 30 میزان 1308 خورشیدی به سپاهیان نادر تسلیم شدند، اما نادر شاه به قول خود وفا نکرد و آنها را به مردان قبایل جنوب که به تازگی کابل را فتح کرده بودند سپرد. لشکریان پیروز نادر خان حبیب الله و یارانش را پس از شکنجه با گلوله کشتند و اجساد آنها را برای چند روز در چمن حضوری کابل بدار آویختند. محمد صدیق فرهنگ معتقد است که قتل حبیب الله و همراهان او به این شکل اشتباه بزرگ نادر شاه بود، زیرا نه تنها او را در اذهان عامه به صفت یک شخص پیمان شکن و حتی سوگند شکن معرفی کرد، بلکه با دادن حق مجازات افراد یک قوم به قوم دیگر، حیثیت دولت را در انظار عمومی تنزل داد
و تخم نفاق و بدبینی را در بین اقوام بذر کرد. اعزار و خاکسپاری دوباره کلکانی. پس از به قدرت رسیدن نادرخان، با وجود مهر نمودن در قرآن، کلکانی به همراه جمعی از یارانش اعدام شد. اتفاقی که سبب شد طرفداران امیر حبیب الله به نادرشاه لقب نادر غدار را بدهند. امیر جنجالی تاریخ معاصر و همراهانش پس از کشته شدن به دست نادرشاه با بی حرمتی به خاک سپرده شده بودند. برخی از جوانان در سال 2016 میلادی با راه اندازی یک کمیسیون برای خاک سپاری دوباره کلکانی اقدام عملی آغاز کردند. آنان باور داشتند که امیر حبیب الله باید در مکانی شایسته و با اعزار به خاک سپرده شود. هرچند مقامات رسمی هیچ کدام از این برنامه حمایت نکردند، اما این گروه کلکانی را دوباره در تپه شهر آرای کابل به خاک سپردند. مراسم خاک سپاری با ممانعت افراد مربوط به جنرال دوستم همراه بود که باور داشتند کلکانی نباید در درون قلعه شهر آرا که همسر یکی از شاهان ترک تبار بود به خاک سپرده شود، زیرا اهمیت فرهنگی آن قلعه زیر سوال خواهد رفت. برای همین پس از اندکی مشاجره امیر کلکانی در همان تپه و بیرون از قلعه به خاک سپرده شد و با وساطت مویسفیدان مسئله با جنرال لوستوم به شکل مسالمت آمیز آن حل شد. 18 جنوری سالگرد به قدرت رسیدن کلکانی است که 9 ماه قدرت افغانستان را در تسلط داشت. در مورد اینکه سیاست و رفتار او چقدر درست یا نادرست بوده است، تاریخ قضاوت خواهد کرد. اما آنچه مشخص است این است که کلکانی یکی از جنجالی ترین چهره های معاصر افغانستان بوده است. سپاس از توجهتان و لطف نموده کانال افغانستان پرس را سابسکرایب نمایید و با دوستانتان شریک سازید.